بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن مجلسي قرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك باشما إن مجلسي قرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك باشما. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يكي علماء كميكا كناسخ أزمو آيات كدون جبوت إنمي آيات هم ناسخ شاس يأتم چيستا؟ ناسخ شاس. ستجدون نازل شده دباري قوم كمخادعين بودن خدعه کردن امرأي کسی که ایمان آورده بود. از کجا بودن؟ از قوم اسد و غطفان بودن و ما کان لمؤمن ما از اوجا بودن و اینا خدعه میکردن امرای مسلمان ها. در موردشان اینمی آیت نازل شد که ستجیدون آخرین. نه فکرت باشه که اینا مخادعه و خدعه میکنن، در اصل با شما تسلیم نشده. پس از امی آیت مکمل تفسیر آیه گذشته را میفهمیم که اگر تسلیم شدنش امرای مسلمان ها به اساس خدعه و فریبکاری بود فقتلوهم، چی کننشه؟ بکشنشان. اگر نه که تسلیم شدنشان به حقیقت بود، آمدن و راستی هم سلم کردن یا جزیه دادن و همو شرایط و حکومت اسلامی را پذیرفتن، باز فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، دیگه الله نگردانیده به شما بالایشان هیچ راهی را. ستجیدون زود است ای پیغمبر علیه السلام و ای مسلمان ها، شما بیابین آخرین کسایدگی را از ایشان. یریدون که اینا اراده دارن ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، که هم از شما هم در امان شما باشه و هم در امان کی؟ از اونا باشه. کل ما ردو، هر وقتی که پیش کرده شون الالفتنه الالکفر، فتنه در اینجا با کفر است. خب سایز فتنه را اینجا جنگ نمیگیریم، خود سایی که هر لفظ قرآن کریم در جای خودش معنا داره. کل ما رو دو، هر وقت که را پر بگردن الالفتنه تی با کفر، ارکسو فیها ارکسو رکس، چی معنا کرده بودیم اون طرف؟ امتحان، هلاکت. سایز هلاک میشن. فایلم تجدو، پس امی رفتنشان با کفر مثل هلاک شدنشان است. فایلم یعتزلوکم و یلقو الیکم السلام، فایلم اگر نبود یعتزلوکم که اعتزال میکرد از شما و یلقو و پیش کردن الیکم با شما السلام، انقیاد را، تسلیم شدن را، به شرط که و یکفو ایدیهم و گرفتن دستهایشان را. خود جنگ تسلیم شدن هم به شما نکردن. فایلم یعتزلوکم، اگر جدا نشد از کافر و امرای شما هم یک جا نشد درست، و یلقو و پیش کردن به شما سلم را، در حالی که اینا ردو الالفتنه به کفر چی کرده بودن؟ بس بازگشته بودن. بازگشتنش هم به این معنی نیست که در جبهه کفر رفته بودن، یعنی گوشت و پوست و وجودشان امرای کی بود؟ امرای کافر بود و میخواست که با شما مخادعه بکنه، شما را چل و فریب بده. فقط امو چند روز الله اکبر و نعره تکبیر بگویه، دیگه در دلش هر چیزی که بود با مو چهره خود، با مو لباس خود، با مو لنگی خود، با مو کلاه خود شما را چی بته؟ بازی بته. اوش کنین که بازی نخورین. و یکفو ایدیهم، و بند میکردن دستهایشان را. در این صورت نه کاکا، مخادعه نمیچله. فخذوهم، پس بگیرینشان را، وقتلوهم، بکشینشان را، حیث و ثقفتموهم، حیث و وجدتموهم. ثقف به معنی پیدایش، هر جایی که پیدایشان کردین. و اولائکم، یمی گروهش که جعلنا، الله متعال میگه ما گردانیدیم لکم، بر شما علیهم، بالایشان سلطان مبینا، دلیل واضح، دلیل واضح. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الى اهله الا ان یصدقوا.
یک نوع قتل به نام قتل خطا است. به نام کی؟ قتل خطا. خوب سعی کنین. قتل یا قتل عمد می باشه، قصدی. یک کس قصد داره یک کس را می کشه. کس را می کشه. خامی قتل قصدی به شکل است که به توسط آله جارحک انجام شده. سنگ است می فهمه که مردم مردکه را می کشه. تیغ است، شمشیر است، چاقو است، سلاح است. هر چیزی که در عرف به امرای از او مردم می مره از او استفاده کرده و را کشته به قصد و قصد کشتنش هم داره. این قتل چی میگه؟ قتل خطا، قتل عمد. در این قتل عمد قصاص است. طرف مقابل باید چی شوه؟ کشته شوه. اگر طرف مقابل ورثه مقتول بخششش کرد، بعد از او باز میره به دیت. اگر دیت هم بخششش کرد، باز از دیت هم خلاص است. صحیح است؟ بعد از این قتل خطا است. قتل خطا این قصد کشتن از او مردکه را نداره. صحیح است؟ اونجا یک دانه آهو ششته، آهو را نشان میگیره که بکشه، مرمیش از بغل آهو تر میشه، میخوره در فرق مردکه میمره. زیاد شده؟ دیدیم که با قتل خطا جای دیگر را میزنه ولی در فرق از او خورده. در این قتل خطا قصاص نیست. چی نیست؟ قصاص نیست. در این دیت است. دیت چی است؟ دیت در نمی آید بر ما میگه که مثلا اول این غلام آزاد میکنه، اگر غلام آزاد نکرد، غلام هم به شرط که مسلمان باشه، باز دیت میسپاره. دیت میته به ورثه کی؟ مقتول. بعضی میگه که هم غلام آزاد میکنه و هم دیت میته. صحیح؟ و اگر نیکی را نتانست، دیت هم داده نتانست، بعد از او دو ماه پای پای چی میگیره؟ روزه میگیره. صحیح؟ غیر از قتل عمد. دیگه قتل شبه عمد است. صحیح؟ شبه چیست؟ شبه عمد. و یکی هم به نام قتل تسببی داریم. در اینا در کلش دیت است، فقط قصاص. قصاص در چیست؟ در عمد. خلاص. شبه عمد را میگه کورا کشته، قصد کشتنش داره ولی به آله جارحه نکشتش. فکر کرده که برو میمره نمیره، خیر یک چند سیلی زدش یا کت کدام سنگ زدش یا کت چیز کنداغ تفنگ زدش، بالاخره مرد. شبه عمد است. صحیح؟ و یا هم قصد کشتن از او را نداشت ولی از آلات جارحه استفاده کرده بود. مثلا چاقو را برش گرفته، کارد برش گرفته، قصد کشتن نداره ولی زد در شارکش برابر شد مردکه مرد. یا هم شبه عمد است. شبه چیست؟ شبه عمد است. در شبه عمد هم قول صحیح فقها همیست که چیست؟ دیت سرش لازم است. دیت چیست سرش؟ دیت لازم است. یکی قتل تسببی است. قتل تسببی است که مردکه در پیش خانه خود خوب میفهمه که راه است، در اینجا یک چای کلان کنده مردم تیر میشه، مردکه او فکر میکنه که پیاده رو است، بالاخره آمده قصد در اینجا پای خودمان گرم افتید، سرش خورد یک سنگ، مرد. در اینجا ایده میگه دیت است، ایده میگه نه دیت نیست، یک چیز فدیه چیز میته خود خلاص میکنه. و هم اگر ورثه مقتول ببخشی بس، اگر نه که نبخشیدش باید دیت بته. باید چی بته؟ دیت بته. و یکی هم بعضی یک قتل دیگر در این مثال میتن، انشاءالله اگر من غلط نشم، میگه که مثلا مادر از طفلش در پالوش خواست اوی چیز زیاد لط میزنه، یک دم که یک لط زد ماشاءالله یام 95 کیلو سر چیز سر طفل خود کفتید، طفلش نوست، طفلش مرد. یه هم تا قتل تسببی است. دایی دیت هم نیست، دایی دیگر چیز هم نیست. صحیح است؟ دایی دیت نیست، به خاطر نه قصد کشتنش داره و نه هم دیگه صرف لط خورده، دیگه تقدیرش بود مرده، گناهکار است، با اعتکار را نمیکرد، دید که عادتش از طفل خود از خود چی میکرد؟ دور خواب میداد، اما سرش چیز نیست. و ما کان للمؤمن، نیست مناسب به هیچ مسلمان ان یقتل، که بکشه مؤمنا یک مسلمان را، الا خو مگر اگر کشت خطا ان به خطا، و من قتل و کسی اگر کشت مؤمنا یک مؤمن را خطا ان به خطا، فتحرير رقبه، پس بتا اس بر عزیز لازم یک تحریر غلام مؤمنه مؤمنه، و دیه مسلمه، و همین قسم دیت بتا تسلیم کرده شده الى اهله به ورثه مقتول، الا ان یصدقوا، مگر اینکه صدقه کنه ورثه مقتول، بگه که برو خیر سمیه کدی میکاره کردی امی چرا منا میگیرم، یعنی ورثه مقتول ایره دارن که صدقه بکنن نگیرن ببخشن. فاین کان، اگر نیک بود من قوم در بین از شما عدوین یک دشمن لکم برای شما، و هو مؤمن، فاین کان اگر بود من قوم از یک کس عدوین لکم که دشمن بود بر شما، و هو مؤمن و او مسلمان بود، در این صورت هو کشته شد، فتحریر رقبت مؤمنه، باز هم یک غلام آزاد را میتی. و این کان اگر نیک بود من قوم از یک قوم بینکم و بینهم میثاق که بود در بین شما و در بین از و پیمانه، فدیتون، پس اینجا باز اصف فدیت میتی، مسلمتون، تسلیم کرده شده. در اینجا باز غلام نیست. خب چی نیست؟ آزادی غلام نیست. آزادی غلام در نمود صورت بود که غلام هم آزاد میکنی و غلام هم باید مؤمنه باشه.
مؤمن باشه. یعنی غلام را که آزاد میکنی مؤمن، اگر میگه که آل غلام نیست، آل غلام را علما تشبیه میکنن، میگه یک جایی که اگر یک مسلمان بندی هست و میفهمه که در اونجا قیدش خریده میشه، در بعضی کشورها هست قید چی میشه؟ خریده میشه، قانون دارن و نمور پیسه میبری به مقاضی رشوت خور بدبخت یا به حکومتش میتی که مسلمان چی شوه؟ خلاص شوه. این هم انشاءالله العزیز در تحریر رقبه مؤمنه خام خام یا رقبت مؤمنه. فمن لم یجد، پس کسی اگر نه غلام یافت و نه همدیت داشت، فمن لم یجد، اگر در این صورت هیچ چیز نبود، فصیام شهرین، باز میگیره روزه پایا پای دو ماه، توبتا من الله، از جهت توبه بکی؟ به الله، توبتا من الله، و کان الله و است الله متعال علیما حکیما، ذات علیم دانا و با حکمت. و من یقتل، و کسی که کسی را کشت مؤمنا، کسی اگر کشت یک مؤمن را متعمد، فجزاؤه جهنم، پس جزایش از جهنم دوزخ، خالدا فیها، همیشه است دمی دوزخ خالدا فیها، و غضب الله و غضب الله از بالایش علیه، و لعنه و لعنتش کرده، و اعد له و برزی وعده کرده عذابا مهی، عذابا عظیما، عذاب دردناک. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. توخو ده مساله، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا سبب نزولش الا خطا، سبب نزولش علماء تو میگفخو مثل که قتل کرد عیاش بن ربيعه سایس بن چیز زید بن و یا هم حارس بن زید، حارس زید زید را، و کان حارس و بود دیجا، امی حارس که بود این مسلمان هم شده بود، ثم اسلم، بعد از او بازی مسلمان شد و هاجر هجرت کرد و ولم یعلم عیاش اسلامه، و این مردکه مهاجر هم شد اسلام هم آورده بود، عیاش اسلامش نمی فهمید، ایرا کشت، ایرا کشت، این نمی به حساب قتل خطا شد، قتل خطا به این معنی که عیاش به فکر ازی کشتش کی چیست؟ کافر است، ولی چی بود؟ مسلمان بود. در این مورد نازل شده، بعضی گفته نه این در مورد کسای دیگه نازل شده، ولی این نمی قول اول تقریبا قوی تر است. در مسلمت الی اهله الا ای صدقو، علما سه قول داره، چند قول؟ سه قول داره. یکی این که در چه وقتی را بتا، بعضی میگه که در 3 سال بتا، امی دیت وقتی که تسلیم میکنه دفتن نداره و دیت بسیار زیاد میشه، چی میشه؟ زیاد میشه، کلش یک جای داده نمیتونه، پس چه رقم بتا؟ بعض علما میگه که اگر کلش نتونست یک جای داده در ظرف 3 سال خلاص کنه، یعنی قسط 3 ساله. ایده میگه که در 4 سال بتا، و ایده هم میگه که هر وقتی که توانمند شد پیش از اینکه بمره باید از دیت خود چی کنه؟ خلاص کنه. یعنی هر قدر که دایی عجله کنه بهتر است، اگر نه که نتونست در 3 سال میتونست 3 سال، اگر نه در 4 سال. دیت چی قصد؟ دیت چه؟ علما برای ما ایتون میگه که دیت قول صحیح که مذهب ما هم از دیت سرش گپ نمیزنه به خاطر وقت ما را زیاد میگیره، دیت 100 تا شطور است، گفته بودم براتون، چی قصد؟ 100 شطور است. و این 100 شطور را امام مالک هم میگه و جمهور فقها هم میگه که 100 شطور است، اگر شطور میته و یا هم اگر طلا میته، قیمت طلا را ببینه که چقدر طلا میشه او را طلا بده. پس در این صورت وقتی که این دیت میته، در این صورت باید 100 دانه شطور بده، از او 100 دانه شطور 25 تاش بنت بخاد باشه، 25 تاش بنت لبون باشه، 25 تاش جزعه باشه، 25 تاش هم حقه. چی معنا؟ 25 تا شطور باشه که چند ساله باشه؟ 2 ساله. 25 تا شطور باشه که 3 ساله. 25 تا شطور 4 ساله و 25 تا شطور 5 ساله. از هم نیست 100 دانه شطور یک بالا پیسه میشه. صحیح؟ یک بالا پول میشه. اگر نه که مال داره بعضی به طلا و نقره تخمین کرده، ولی قیمتش رو ببینه که نمی قدر چقدر پیسه میشه، همه قدر برش یا پول میته یا شطور میته یا هر چه که داد قیمتش رو چیکنه برش بپردازه. روزه، اگر روزه میگیره شرط است که این روزه چی باشه؟ متتابعین باشه. و غلام را که آزاد میکنه در قتل خطا شرط مانده که مؤمنه باشه. احناف یعنی حنفیا اعظمی استدلال میکنه که در اینجا میگه که مطلق به اطلاق خود میره و مقید به تحقیق خود میره، پس در اینجا اینمی قید مؤمنه را که مانده ما میگیم که این فقط در قتل خطا، اگر کسی کسی را کشت و اینجا غلام آزاد میکنه، غلام باید مؤمنه باشه. بخلاف کفاره زهار و کفاره یمین، در کفاره زهار و کفاره یمین در اونجا باز لفظ یا قید مؤمنه مانده نشده، فتحریر و رقبه هم گفته. پس حنفی ها میگه که در هر جا اطلاق به مطلق خود
و مطلق به اطلاق خود و مقید به تقیید خود میره و این گپ اصولی است. امام شافعی رحمه الله و تعداد دیگه به این نظر است که میگنه اگر غلام را در کفاره یمین آزاد میکنه باید مسلمان باشه، اگر غلام را در کفاره زهار آزاد میکنه باید چی باشه؟ مسلمان باشه. اگر غلام مسلمان نبود باز اینجا کفارش درست نیست. قتل عمد، قتل عمد کسی که به قصد کسی را میکشه بدترین جزا عظمی است. صحیح است که حتی در اینجا برما میگه که خالدن فیها، همیشه در کجا میمانه؟ در دوزخ میمانه. پیامبر علیه السلام میگه قسم است که خانه کعبه را کسی اگر خراب بکنه سر الله بسیار آسان است نظر به قتل مسلمان که بناحق میکشه. قتل مسلمانی که بناحق میکشه ای سر الله بسیار سخت تمام میشه از او کسی که خانه کعبه را خشت خشت جدا کرده و در بحر پرته. سایز سخت‌ترین عذاب قتل است، قتل عمد. پس در این صورت قصدش کشتن هیچ کس باید کسی نکنه بناحق، به خاطر که پیامبر علیه السلام میگه که لا یحل دم امرئ مسلم الا با احد الثلاث، حلال نیست ریختاندن خون یک مسلمان مگر به سه علت. سایز یا ای که مرتد شده باشه، مرتد شد من بدل دینه فقتلوه، گفتیم هر کسی که مرتد شد جزای شمیز باید چی شوه؟ کشته شوه. دومش الثیب الزانی، کسی که زنا کرده رجم میشه، مثلا محسن و محسنه است رجم میشه کشته میشه خلاص بیاز از سنگسار نمی برایه. و دیگیش کی بود؟ کسی که قصاص کرده کس را کشت در بدلش کشته میشه. پس غیر از این که مرتد هم نباشه، غیر از این که زانی و زانیه هم نباشه در حالی که محسن و محسنه باشه، و غیر از این که کس را نکشته باشه تو حق کشتن از او را نداری. سعیست حتی پیامبر علیه السلام میگه کسی اگر کس را کشت در و یا در کشتنش چی که در قتل مسلمان شریک بود به اندازه الف قاف تال قاف ته لام اقتل بکشی را دمی الفش هم شریک بود علا شطر کلمه با قافش شریک بود، یعنی وقع اق گفته بود طولش هم نگفته بود یا طول گفته بود، قصدش این بود که برو فلانا بکش امر کرده بود، در روز آخرت در پیش جبینش نوشته می باشه که ای از داخل شدن به جنت محروم است. صحیح است، از داخل شدن به جنت چیست؟ محروم است. صحیح است، پس کوشش بکنین که در هیچ صورتی در قتل مسلمان ناحق چی نشین؟ شریک نشین. او کار حکومت است ولی قتل ناحق کی کدن؟ نه جنبه شرعی، خود جنبه شرعی برای قصاص را باید حکومت بگیره، خود ولی مقتول حاصل چی شوه؟ حاضر شوه که فلانی کشته قاتل ماست باید تو کشته شوه. بعد از اینکه شاهد آورد که پدر مرا کشته، بیدر مرا کشته، فلانا کشته، باز حکومت حق نداره که را بند بکنه، باید حکومت را چی کنه؟ بکشه. پس از اینکه ورسی مقتول حاضر شوه، صرف دعوا نباشه. چی نباشه؟ به خاطر که پیامبر علیه السلام میگه که الحدود تندر او به شبهات، به اندکترین شبهه یک حد که قصاص باشه یا مثل که رجم باشه یا دیگه باشه دور میشه، حد میره به تعذیر. پس در این صورتی که اگر نباشه شاهد هیچ چیزی باز نمیتونه کس را به قصاص بکشه یا کس را سنگسار بکنه یا دوره بزنه تا وقتی که چی نبه؟ شاهد نبه. اگر نه که حکومت فهمید که این همین مسئله خوی کار کرده ولی ولیش حاضر نیست یا نیامد و میفهمه که این همین قتل از طرف از این صورت گرفته، بعد از او باز این حکومت اگر این کار میکنه صلاحیت داره، دلش اگر دید قاضی بندیش کرد میگه برو بندی باشد، میشه که دیگه در آینده این کار نکنه. یا اگر نه که شرعی خوب همیست که باید چی شوه؟ قصاص شوه. وقتی که قصاص شد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، پس دو زندگی تأمین میشه، خامخواد دیگه باز کسی نیست که باز پسان ورسی مقتول پیدا شوه ایره بکشه، میفهمه که دشمنش خلاص شد. اگر نه که به این شکل بود در 12 سال بعد برامد، بلکه 12 سال قید میشه، یک 6 سالش به قاضی رشوت میشه، یک 3 سالش به دیگه محکمه، در 2 سال کریم سال میبره. وقتی که برامد باز ورسی مقتول ایره دوباره میکشه، اینمی جنگ و چنگوی تا آخر چی داره؟ قرن به قرن دوام پیدا میکنه. و من کسی که یقتل بکشه مؤمنا مؤمن را متعمدا بقصد فجزاؤه، پس جزایش از جهنم و همیشه در دوزخ، خالدا فیها همیشه میمانه در دوزخ، و غضب الله تناینه غضب الله از بالایش، و لعنه و لعنت الله بالایش است، و اعد له عذابا عظیما، و الله آماده کرده بر ازی عذاب سخت دردناک. در سبب نزول ازی میگه که در سببش مقیس بن سبابه گرفت دیت را از اخیش هشام که برادرش هشام مقتول کشته بود، عمو دیتش را گرفت، پس آن بازم قاتلش هم گرفت کشت، هم دیت را گرفت بعد از دیت خودش هم چی کرد؟
کشت. در موردش امی آیت نازل شد که نه اگر کسی که کس را به ناحق بکشه در اینجا باز جزایش چیست؟ جهنم است. حالی در اینجا یک مسئله در بین مسئله عقیده در بین علما کم اختلاف از دی آیت. وقتی که ما در سر ان الله لا یغفر ایشتک بهی وجه گفتیم که به نزد اهل سنت و جماعت معصیت و گناه و گناهکار مسلمان همیشه داخل دوزخ نمیمانه و این قاتل هم اینجا که مثلا قتل عمد هم کده این خود مسلمان است که کشته، خودش هم مسلمان است. این چطور قرآن کریم برش میگه که خالدن فیها؟ پس به این آیت معتزله استدلال میکنه که اینه این معصیت گناه را انجام داده ولی همیشه در کجا میمانه؟ در جهنم، در دوزخ. پس علما میگه که اهل سنت از این سه جواب میگن. چند جواب؟ سه جواب. یک، انها فی الکفار، اینمی آیت در مورد قاتل نازل شده که کافر باشه، صحیح. دو، یا ای که مستحل القتل، قتل حلال دانسته باشه، مسلمان است ولی قتل برادر مسلمان خودم حلال دانسته. هر وقتی که قتل برادر مسلمانش که حلال دانست، بعد از او حلال دانستن حرام چی میشه؟ کافر میشه. پس ای خاطر ای را مخلد در دوزخ میمانه. سه و سیوم قولش ایست که خلود در اینجا به معنی همیشه نیست، خلود در اینجا به معنی مکس طویل است، زیاد وقت در دوزخ میمانه، نه ای که همیشه بانه، صحیح. چار، یا میگه که ای آیت منسوخ است. آیت چیست؟ منسوخ است. نسخش چی آمده؟ بینمی آیه کریمه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و یک حدیث است که کل ذنب عسى الله ان یغفره الا الرجل یموت کافرا او رجل یقتل مؤمنا متعمدا. کل ذنب، هر گناه به نزد الله زود است که الله او را ببخشه که توبه کنه، الا عمو کسی که کافر بمره، مشرک بمره و کسی که برادر مسلمانش را به قصد بکشه، الله او گناه را نمیبخشه. پس ما اینطور میگیم که پس در اینمی جا ایجا که خلود فی النار آمده، این پس مخصص واقع شده اون از امو عام گناه ها، مخصص واقع شده از امو عام گناه ها که این هم مخالد در دوزخ میمانه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آوردین، اذا ضربتم فی سبیل الله، ای سافرتم فی سبیل الله، هر وقتی که شما سفر کردین در راه خدا، فتبینوا، ای اطلبوا بیان الامر و ثبوتا، شما بطلبین دو در از علما پرسان بکنین که من در میرم حکم سفر به ما چی است، روزی خدا بگیرم بخورم، رو نماز خدا چه قسم بخوانم. فتبینوا، ای اطلبوا، طلب کنین بیان چی را؟ بیان امر را. ولا تقولوا، و شما روبرو نشین با کسی که لمن القا الیکم السلام، با کسی که روبرو شد با شما السلام مسلمان، برش بگو لست مؤمنا، تو مسلمان نیستی. تو چی نیستی؟ مسلمان نیستی. تبتغونه، شما می طلب ملست مؤمنه، تو مؤمن نیستی، مسلمان نیستی. تبتغونه، شما می طلبین عرب الحیات الدنیا، امو زندگی دنیا را، فعند الله و اما بنزدی الله مغانم کثیره، غنیمت های بشمار هنگفت پیش الله است. کذالک همی قسم، کنتم من قبلو، بودین پیش از شما، فمن الله علیکم، پس الله احسان کرد بالای شما، فتبینو، بر شما واضح ساخت و شما هم بفهمین، ان الله، پس اینجا به خاطر تأکید آورد فتبینو، او طرف هم گفت در سر آیت هم گفت، در آخر هم به خاطر چی؟ به خاطر تأکید. ان الله، هر این الله متعال، کان اس بما تعملون خبیرا، به هر آن چیزی که شما انجام میتین دانا. ای دوباره یک سریه نازل شد آیه، امی آیه دوباره یک سریه نازل شد کی رفتن روبرو شدن با یک کسی که مسلمان بود و به اینا سلام هم داد و گفتم که من مسلمان هستم، کلمه میخوان که لا اله الا الله محمد رسول الله، فحمل عليهم احد فقتله، باز یک کسی سرش حمله کرد ایرا کشت، فشق ذلك على رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای سر پیامبر علیه السلام بسیار سخت تمام شد که یک کسی که کلمه میخوانه چرا شما او را کشتین. و کان القاتل، و قاتل در اینجا به نام علم بن جثامه نام داشت، و مقتول عامل بن اغبط نام داشت، و بعضی گفته که قاتل اسامه بن زید بود و مقتول مرادس بن نهایک بود. بعضی این تو گفته. در هر صورت از این آیت ما تو امی حکم را میگیریم که اگرچه این خطابش به اونا باشه، حکمش در قیامت هم است که کسی که کلمه خوان به شرط که کلمه از چی باشه؟ از صدق و از قلبش باشه. فقط با زبان کلمه خوانده، اگه اون دو آمد به تو کلمه خوان دیگه نگو تو مسلمان هستی، به خاطر که سخنگوی قلب چیست؟ عمل. اگر یک کس صد بار کلمه برات میخونه در بغل مشتک استاد است، تو میگی که ف
فإن چه قسم بود؟ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. هر کسی که از شما تولی و دوستی کرد با اونا از وای حساب میشه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين تا فقط اینمی سر رکو میخوانیم بس. لا يستوي القاعدون فضیلت جهاد. لا يستوي القاعدون نیست برابر کسایی که نشستن به جهاد نمیرن من المؤمنین از مسلمان ها غیر اول الضرر غیر کسایی که ضرورت دارن معذور هستن اول الضرر معذور والمجاهدون في سبيل الله و نیست برابر اینا با کسانان که جهاد میکنن در راه خدا به اموالهم و انفسهم با مالهایشان و با جانهایشان فضل الله المجاهدین الله فضیلت داده مجاهدین به اموالهم به سبب که خرج میکنن با مالهای خود جهاد میکنن و انفسهم و با جانهای خود جهاد میکنن میرن در میدان میکشن و کشته میشن عل القاعدین با کسانان که نشسته هستن عل القاعدین کسایی که نشسته هستن درجه فضیلت درجه مرتبه درجه جن و کلا وعد الله الحسنى و هر کدام عظمی وعده الله الحسنى امی جنت بنی کی جنت است اینجا حسنا را جنت میگیریم و فضل الله المجاهدین و الله فضیلت داده مجاهدین را علی القاعدین بالای قاعدین اجر عظیما با اجر پاداش بسیار زیاد و درجات درجه های مرتبه است و مغفر منه از طرف الله و مغفرت و عمیق قسم بخشش از طرف الله و رحمت رحمت است از طرف الله و کان الله غفور رحیم و است الله ذات بخشاینده و مهربان ان الذين توفاهم الملائكه يقينا كسانان را که وفات کنه ایشان را ملائکه ظالمی انفسهم در حالی که بالایشان ظلم کردند قالو میگوین فیهم قالوا فيما كنتم چی بود با شما که هجرت نکردین چرا نرفتین به طرف مدینه چرا نرفتین از کشور کفری نبرامدین دا ان الذين توفاهم الملائكه این نازل شده درباره قومی که مسلمان شده بودند در مکه معظمه ولی هجرت نکردند هر وقتی که برشان گفته شد در روز بدر که بیاین آل از بین کفار براین باز اینجا گفتن که آل خود ما برآمده نمیتونیم در موردشان آمد که نه کسانی که نبرامدند در بین مشتکین مردن اونا در روز آخرت یا در وقتی که ملائکه میه نفسشان رو میگیره باز هیچ جواب پیش خدا ندارن ان الذين يقينن کسانی که توفاهم الملائکه تو بمیرن ایشان را ملائکه ظالمی انفسهم در حالی که یا ظلم کردن بالایشان ای حال واقع شده قالو میگه ملائکه برشان فیما کنتم چی بود شما را که بودین هجرت نکردین قالو میگوین کنا مستضعفین فی الارض بودیم ما ناتوانها در روی زمین مستضعفین فی الارض ما نه اسب داشتیم نه شتر نه خر که از اینجا بریم دیگه به این خاطر ما هجرت هم نکردیم قالو میگوین برشان ملائکه الم تکن ارض الله واسعه آیا نبود زمین الله بسیار فراخ آیا نبود زمین الله فراخ که از بین شرک می برآمدین به جای دیگه می رفتین فتوهاجروا فیها شما هجرت میکردین از او اگر مدینه نتونستین جای دیگه می رفتین جای دیگه به شرط که اسلامی بوده باشه فاولائک پس همین گرو مأواهم جهنم جایشان دوزخ است اینا توبهشان قبول نیست و ساعت مصیرا و بسیار بد جای است امید دوزخ الا المستضعفين مگر کسانی که ناتوان هستند من الرجال والنساء ازمو مردها و زنها والولدان و اطفال عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه که الا المستضعفين چون که اینا هم در مکه مانده بودند و هجرت نتونستن بکنن میگه این درباره ما و درباره مادر ما و درباره پدر ما نازل شده یعنی مادرم و پدرم که عباس نام داشت و همین قسم ما که خرد بودم در مکه مانده بودم هجرت نتونستیم دوجا چی شد نازل شد لا یستطیعون که توانمندی ندارن حیلتا رفتن ولا یهتدون سبیلا و کسی هم نیست که اینا را راهنمایی کنه برا فاولائک پس همین گروه عسى الله زود است الله متعال ان یغفر عنهم که ببخشد ایشان و کان الله و است الله متعال غفور الرحیم بخش شاینده و مهربان و من یهاجر کسی که هجرت کرد در راه خدا تجد و میاف خامخا فی الارض در زمین مغانم کثیر مغنم های زیاد خامخا مهاجر که شدی الله متعال به تو زیاد راه ها را باز میکنه از امو خاطر است که پیامبر علیه السلام در حدیث میگه که انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله هر عمل به نیت تعلق داره و هست به هر شخص آن چیزی که نیت کرده پس کسی که هجرت به خاطر الله و رسولش کرد الله بر از او هم دنیا را میته و هم آخرت را میته اگر نه که به خاطر دنیا رفت یا به خاطر زن رفت که به نکاح بکنه ازدواج بکنه الله امور را برش میته در آخرت دیگه نصیب اصواب نداره و من یخرج کسی که بیرون شد من بیته از خانش فمهاجرن هجرت کنان الالله به طرف الله و رسوله به طرف پیغمبر ثم یدرکه الموت بعد از این ایره یافت موت مرد
فقد وقع اجره على الله بتحقيق واقع شده اجر پاداشش بالای الله وكان الله غفور الرحيم واست الله ذات بخشاینده و مهربان. سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ان مجلسي قران بواد منظري رحمان بواد ان جاي حافظان بواد بادا مبارك بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظانی دین ما، ای وارثانی انبیا، حفظی کلامی با صفا، بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویان به تو ای پارسا، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان توی، خوشخان و خوش الهان توی، خواننده ی قرآن توی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست، و ای از لسانی مصطفاست، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن